سلام شنبه 25 آبان 92 16 نوامبر 2013 میلادی در مورد 6 موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه سایت کلمه گزارش بسیار جالب و مهمی رو داده از کار ابتکاری جمعی از جوانان که با یک گروه کوچک در شب تاسوعا دو هزار کیسه نظری درست کردن که یک طرف اون داخلش نان و حلوا بوده ولی یک طرف اون عکس آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد بوده با نوشته هزار روز حصر و ای اهل حرم میر و علمدار نیامد در انتهای کیسه گذاشته شده بوده که دیده می شده و شروع کردند در از چهارراه ولی اصر، خیابان دکتر فاطمی و پاره مراکز خرید حتی داخل یک مسجد اونها رو توزیع کردن این کار که به قول خود بچه هایی که این کار رو کردن گفتند اگر چند تا گروه کوچک دیگه باشیم میتونیم از تیراژ روزنامه ها بالاتر بریم استفاده از یک موضوعی مثل نظری در ایام محرم و استفاده از فضای دهه محرم و به کار بردن ابتکار در زنده نگه داشتن یاد رهبران جنبش گزارش هایی که این دوستان دادن بچه های فعالی که خطر پیشه کردند و با شجاعت تمام این کارو رو کردن بسیار جالب و خواندنی و واکنش های مردم که چقدر هم خوب مردم واکنش نشون دادن در همین گزارش یکی از بچه هایی که این کار کرده گفته من جعبه ای رو که روش نوشته بودم نزدی در یک مرکز خرید بردم گذاشتم یک جایی که ببینن مردم و خودم رفتم دور ایستادم و نگاه کردم این کار بسیار کار خوبی است همین کارم گفته در یک مسجد انجام دادم و به این ترتیب این دوست ما خودش رو هم به خطر ننداخته و زمنان میتونه نظاره هم بکنه که واکنش مردم چگونه است و گفته که بسیار خوب هم مردم برخورد می یک نفر عکس رو روی زمین ننداخت و خیلی کسا با شوق و علاقه عکس ها را حتی بوسیدن و در نظری رو در جیبشون گذاشتن به هر حال اکسیون های شبیه این به شرط اینکه با ابتکاراتی که این دوست ما داشته خطر رو به حد اقل برسونه کارهایی است که میتواند امید رو به مردم برگردونه رهبران جنبش رو به یاد اونها بیاره و در واقع در شرایطی که کشور به سمت فشارها و فرسودگی های بیشتر میره زمینه رو برای حضور موثر مردم آماده بکنه نکته دوم اینکه در سایت پارس جنوبی حوزه نفت و گاز پارس جنوبی ایران آخرین دکل رو هم جمع کرده و بنابراین امکان اینکه نفتی از این حوزه برداشت بکنه تقریبا دیگه منتفیه و صفر بشک نفت در روز ایران از پارس جنوبی برداشت میکنه در حالی که قطر 23 ساله داره نفت برداشت میکنه و در حال حاضر روزانه 525 هزار بشکه از این حوزه بزرگ گاز طبیعی فقط نفت قطر برمیداره و میفروشه ضمن اینکه چهار قرار داده جدید هم قطر بسته که اگر اینها هم به اجرا در بیاد برداشت روزانش به 700 هزار بشکه نفت فقط میرسه ضمن که از حوزه پارس جنوبی قطر بیشترین مقدار گاز رو برمیداره و اولین صادر کننده گاز مایع دنیاست آقای چیچیان وزیر نیرو عنوان کرده که قیمت فعلی آب و برق تنها یک سوم هزینه ها رو میپوشونه و اگر از جایی تأمین نشه بودجه نباشه ما با این قیمت ها گفته نمیتونیم ادامه بدیم و چاره جز افزایش قیمت آب و برق نیست عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم خبر داده از اینکه دکل های حفاری که از چین خریداری میشه به قیمت موجود ارزی 170 میلیارد تومان برای کشور تمام میشه در حالی که تو دکل های تولید داخل 110 میلیارد یعنی 60 میلیارد تومان هر کدومش ارزون تره ضمن اینکه کیفیت بهتری هم داره اما گفته بهانه این است که ما پول نزد چین داریم و به این بهانه میرن و از چین واردات میکنن ضمن اینکه باید دلالی و کسافت های این وسط رو هم در نظر گرفت که کسانی سودشون در این واردات و حق دلالی هایی است که میگیرند نکته سوم این که آقای سیدلی از اسخر قروی نویسنده اون سرمقاله بهار که کار بهار رو به تعطیلی کشوند راجب قدیر واقعی قدیر و دستگیر شده و در زندان هست مرد 70 ساله است که از بیماری های مختلفی رنج میبره و نگرانی در مورد سلامت او به شدت افزایش پیدا کرد محمد علی جوانمردی و رضا تمیمی دو تن از فعالین کارگری در پالایشگاه آبادان در روزهای اخیر دستگیر شدند و اطلاعاتی از وضعیت اونها در دست نیست آقای مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی شجاع هم نامه جدیدی به آقای خامنه ای نوشته در اون انتقادات تندی از صدا و سیما کرده یک سیاهه از مواردی که نقض حقوق مردم میشه در نامه خودش مطرح کرده و گفته مرگ بر آمریکا بهانه و شمشیری است برای سرکوب مردم شده و نهایتا هم با آقای خامنه ای گفته هنوز امیدواریم که شما به آپارتاید غذایی و سیاسی در ایران پایان بدهید علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم گفته من خودم عضو فیسبوک هستم و عضویت در فیسبوک جرم نیست این حرف آقای جنتی در حالیه که اون کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مدت هاست که فیسبوک رو و توییتر رو فیلتر کرده و با مردم برخورد هم میکنن در استان کرمان چندی پیش داشتیم که عضویت در فیسبوک جزو جرائم یک دستگیر شده و یک جوان بود ضمن اینکه حضرات سپاهی بارها و بارها و یا نیروی انتظامی عنوان کردند که فیسبوک از ابزارهای جنگ نرم دشمن معاون پارلمانی وزارت علوم هم اعلام کرده که از 1600 استعلامی که از دستگاه های مربوطه در مورد دانشجویان اخراجی و ستاره دار از دانشگاه کردن 130 مورد به دانشگاه برگشتن او نگفته که بقیه چی شدن یعنی در حدود 8 درصد از دانشجویان اخراجی برگردونده شدند و معلوم نیست که سرنوشت بقیه چه خواهد شد نکته چهارم اینکه که 63 نماینده مجلس نمایندگان امریکا نامه ای رو امضا کردن خطاب به مجلس سنای امریکا و در اون خواستار این شدن که این لایحه تحریم های جدید علیه ایران رو سنا تصویب بکنه و گفتند که جمهوری اسلامی ایران قابل اعتماد نیست آقای جان مکین سناتور جمهوری خواه سرشناس سنای امریکا که دوستی قدیمی هم با آقای جان کری داره و در وزیر خارجه کردن او هم نقش داشت انتقاد تندی از او کرده و گفته که آقای کری از کارش ناامید شدم و در گزارش هم که به سنا داد جزئیات مذاکرات ژنو رو به سنا نگفت البته آقای مکین گفته با توجه به اینکه اکثریت سنا دست دموکرات هاست احتمالا آقای حریری نمیگذاره که تا قبل از مذاکرات بعدی ژنو این لایحه در سنا مطرح بشه آقای ظریف هم به سایت جماران در مصاحبه گفته که توفیق دور اول مذاکرات شبیه معجزه بود با آقای ظریف باید گفت برادر من بی زحمت شما دیگه نمیخواد حرف معجزه بزنی یک رئیس جمهور دنبال معجزه داشتیم که برای هفت پشت مملکت بسته شما به عنوان یک تکنوکرات کار دیپلماسی تو بکن. نکته پنجم اینکه که هفتاد زندانی سیاسی دیگه در برمه آزاد شدند و به این ترتیب تعداد اندکی در زندان هنوز موندن که گفته شده اعلام کرده دولت غیر نظامی برمه که تا آخر سال مسیحی بقیه هم آزاد خواهند شد در ترابلوس پایتخت لیبی دیروز بعد از نماز جمعه هزاران نفر به سمت مقر یکی از گروه های شبه نظامی راهپیمایی راه پیمایی کردن به عنوان اعتراض به عمل کرده اونها که با تیراندازی اون گروه مواجه شدن تعدادی کشته شدن مردم فرار کردند، اما با اسلحه برگشتن و تا پاسی از شب درگیری ادامه داشت جمعا 32 کشته و 400 زخمی گزارش شده این در حالیه که نخست وزیر لیبی از تمام گروه های شبه نظامی خواسته از شهر بیرون برن اما کسی به او گوش نمیکنه. اما نکته آخر اینکه جناب آقای مکارم شیرازی فرمودند که بزرگ شدن شکاف لایه اوزون شرعا جایز نیست اندکی صرف سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی